سرخط خبرها بایدن: پوتین قصد استفاده از سلاح اتمی را ندارد. پوتین: به تقویت سگانه یا هسته‌ای روسیه ادامه خواهیم داد. روسیه: آمریکا به دنبال افزایش درگیری با ما می باشد. روسیه: بایدن را تحقیر کرد. بدون ضمانت جرأت سفر به اوکراین را نداشت. و شاهین سیاه آمریکایی سر از جنگ اوکراین درآورد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. بایدن: پوتین قصد استفاده از سلاح اتمی را ندارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه گفت که علیرغم تصمیم روسیه برای تعلیق آخرین معاهده کنترل تسلیحاتی باقی مانده با واشنگتن، مسکو قصد استفاده از سلاح اتمی را ندارد. بایدن در پاسخ به سؤال رسانه‌ها توضیح داد که مطمئن است واشنگتن و مسکو می‌توانند مشکل مربوط به کنترل تسلیحاتی را علیرغم دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تعلیق مشارکت کشورش در معاهده استارت جدید حل کنند. وی در این باره اظهار داشت: مطمئن نیستم که چه چیزهای دیگری میتوانست در زمان سخنرانیش بگوید، اما گمان میکنم که تعلیق مشارکت در استارت نو اشتباه است و مطمئنم که میتوانیم درستش کنیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت با وجود اینکه پوتین مشارکت روسیه در معاهده استارت جدید را معلق کرده، اما فکر نمیکند که مسکو در حال بررسی استفاده از تسلیحات اتمی باشد. بایدن همچنین افزود: وقتی که از توافقات کنترل تسلیحاتی خارج شویم که به نفع هر دو طرف جهان است، امنیت کمتری خواهیم داشت، ولی ما چیزی را که نشان دهد در وضعیت اتمی آنها تغییری ایجاد شده مشاهده نکردیم. این امر شاید بدان معنی باشد که آنها در فکر استفاده از تسلیحات اتمی و موشک‌های بالستیک غارپیما هستند، اما هنوز مدرکی وجود ندارد. روز سه‌شنبه بود که پوتین اعلام کرد که مسکو مشارکت خود در معاهده استارت جدید که تنها توافق باقی مانده با آمریکا در زمینه کنترل تسلیحاتی است را به حالت تعلیق درآورده است. پوتین: به تقویت سگانه هسته‌ای روسیه ادامه خواهیم داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که مسکو همچنان به تقویت سگانه هسته‌ای این کشور توجه بیشتری خواهد کرد. پوتین در ویدئویی به مناسبت تبریک روز مدافعان میهن افزود: ارتش و ناوگان فعال و نوین تضمین امنیت و حاکمیت کشور به شمار می‌رود. بنابراین به تقویت توان دفاعی اولویت خواهیم داد. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که نخستین سامانه‌های موشکی بالستیک غارپیمای سارمات سال جاری در خدمت ارتش روسیه قرار خواهد گرفت و مسکو به تولید موشک‌های فراسوت کینجال ادامه خواهد داد. پوتین افزود که سال جاری همچنین شاهد تحویل مقادیر زیادی موشک‌های فراسوت زیرکان که از دریا شلیک می‌شود خواهد بود. روسیه: آمریکا به دنبال افزایش درگیری با ما می‌باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که صحبت نکردن رئیس جمهور آمریکا درباره حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین نشان دهنده تمایل واشنگتن برای افزایش درگیری‌ها با روسیه است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد: ما از طرف چینی به خاطر مواضع متوازنش در قبال اوکراین سپاسگزاریم. او تصریح کرد: از آمادگی چین برای ایفای نقش در حل بحران اوکراین استقبال می‌کنیم. برای دستیابی به صلح باید اراده سیاسی از سوی غرب و متحدان آن در کیف وجود داشته باشد که ما آن را نمی‌بینیم. زاخاروا با اشاره به سفر بایدن به اوکراین و لهستان گفت که صحبت نکردن رئیس جمهور آمریکا درباره حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین در جریان سفرش به منطقه نشان می‌دهد که واشنگتن خواهان افزایش تنش‌ها با روسیه است. روسیه: بایدن را تحقیر کرد. بدون ضمانت جرأت سفر به اوکراین را نداشت. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، سفر روز دوشنبه جو بایدن به کیف را گستاخانه توصیف کرد و گفت که سفر رئیس جمهور آمریکا به کیف بدون ضمانت جان او از سوی روسیه هرگز انجام نمی‌شد. او گفت: بایدن جرأت سفر به کیف بدون اطلاع روسیه و بدون کسب تضمین درباره حفظ امنیتش را نداشت. زاخاروا در ادامه افزود: خوب است اشاره کنیم که طبق گفته دانشمندان پزشکی، قانونی و روانشناسان، مجرم همواره به صحنه جرم باز می‌گردد و سفر بایدن به اوکراین کاملاً مصداق این حقیقت بود. او سپس به دیدار بایدن با زلنسکی اشاره کرد و گفت که این دیدار به خوبی نشان داد که در عمل چه کسی در اوکراین حکومت می‌کند. شاهین سیاه آمریکایی سر از جنگ اوکراین درآورد. در تصویری که سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین از هلیکوپتر شاهین سیاه منتشر کرده است، این پرنده مشهور را در کنار یک فروند میل 24 هیوندای روسی می‌بینیم. این هلیکوپتر در اختیار واحد اطلاعات دفاعی ارتش اوکراین است که در عملیات‌های پرخطر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این بین ویدئویی از پرواز شاهین سیاه اوکراینی در فضای مجازی پخش شده است که نمیتوان با قطعیت درباره اصالتش سخن گفت. طراحی کلی هلیکوپتری که در این تصویر دیده میشود بسیار شبیه به نسخه A60UH است. این هلیکوپتر دو موتوره و چهار پره در شرکت سیکورسکی طراحی شده و تولید میشود. صندلی‌های محافظت کننده بلک هاک خلبان و کمک خلبان را در برابر حملات و خطرات محافظت می‌کنند. همچنین سپر محافظ خارجی آن نیز می‌تواند در برابر گلوله‌های 23 میلیمتری به خوبی مقاومت کند. دو موتور توربوشفت جنرال الکتریک مدل GE700T شاهین سیاه را به سرعت 294 کیلومتر بر ساعت می‌رساند. این هلیکوپتر چند منظوره مسلح به مسلسل M240، مینیگان M134 و مسلسل سنگین A19GAU است. راکت هایدرا، موشک‌های هلفایر و استینگر از جمله مهمات قابل استفاده در این هلیکوپتر مشهور است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.